کمترین پینگ ممکن بازی بکنی، این ویدیو فوق‌العاده را از دست نده. های واتس اپ، اول فضل هستم. خب همونطوری که در ابتدای ویدیو گفتم، امروز میخوام ترفندهای کاهش پینگ رو بهتون معرفی بکنم. ابتدا بهتون میگم که پینگ چیه، راهکارهای کاهش پینگ رو میگم و اگر اپی معرفی بکنم، کل کاتگوری اون اپ رو بهتون معرفی میکنم و انتخابتون رو باز میذارم، هر اپی که دوست دارید رو نصب بکنید. خب اولا بگیم پینگ چیه. ببینید، وقتی که ما میخوایم یک اطلاعاتی رو به سرور انتقال بدیم، یک مدت زمانی بره، خب و اطلاعات به سرور انتقال داده میشه و سرور هم باید پاسخ ما رو بده. اینکه پاسخ سرور هم به ما برسه یک مدت زمانی طول میکشه. مجموع این زمان رفت و برگشت میشه پینگ. خب دیدین، مثلا داخل تلگرام میخوایم پروکسی وصل بکنی، یک پینگی رو نوشته، هرچی پینگ کمتر باشه بهتره، در واقع اون میلی ثانیه. یعنی مثلا اگه نوشته 80 ام اس، یعنی 80 میلی ثانیه، یعنی 80 میلی ثانیه زمان میبره که اطلاعات از سمت ما بره به سمت سرور تلگرام و از سمت سرور تلگرام به سمت ما برگرده. در مجموع میشه 80 میلی ثانیه. خب اگه ما داخل بازی ها بیایم این پینگ رو کاهش بدیم، در واقع لگ از بین میره، خیلی لگ از بین میره دیگه، سرعت بازی بهتر میشه، حتی از کسایی که ما پینگمون کمتره هم جلو میافتیم و برای اونا لگ میفته و خیلی چیزها رو متوجه نمیشن داخل بازی. یک مثال هم این وسط بزنم که کامل متوجه بشین. ببینید، وقتی که تعداد درخواست هایی که به سمت سرور ارسال میشه، مثلا داخل سایت هایی که خیلی بازدید میره بالا، دیدین که سایت دیگه باز نمیشه. داخل ایران این اتفاق خیلی رخ داده، میان سرورهای ضعیفی استفاده میکنن. این اتفاق زمانی که حملات دیداس هم انجام میشه اتفاق میفته. چی میشه؟ تعداد درخواست هایی که به سمت سرور ارسال میشه خیلی زیاد میشه و در واقع پینگی که اون زمانی که سرور میخواد اطلاعات به ما بده خیلی میره بالا و سرور اصطلاحاً دان میشه. این اتفاق رخ میده. خب خواستم اینو بگم که بعضی اوقات داخل سرورهای ایرانی پینگ ممکنه بره بالا به خاطر که شلوغ میشه و سرورها اونقدر قوی نیستن. خب ولی داخل شرکت‌های خارجی این بازدیدها در حد میلیون هستن واقعا، چون جهانیان سرورهای خیلی قوی استفاده میکنن، این اتفاقات رخ نمیده. خب الان چه کار میتونیم بکنیم که پینگمون بیاد پایین؟ ببینید، یک عکس رو من الان نشون میدم. اگه نگاه بکنید، مدت زمانی که در واقع پینگی که از سمت دستگاه ما تا دستگاه سرور اصلیه تقریبا 250 میلی ثانیه. خب ما اگه بیایم در واقع یک سروری رو مشخص بکنیم که نزدیک به ما باشه و پینگ خیلی کمتری نسبت به ما داشته باشه و همون سروره پینگ خیلی کمتری هم نسبت به سرور اصلی داشته باشه، یعنی پینگ خیلی کمی نسبت به سرور بازی داشته باشه، میتونیم پینگمون رو کاهش بدیم. یعنی چی؟ یعنی اگه پینگ ما 250 میلی ثانیه باشه تا پینگ سرور بازی، ما یک سروری رو این میانه پیدا میکنیم که مثلا پینگ ما 20 میلی ثانیه تا اون و پینگ سرور اصلی، در واقع سروری که ما پیدا کردیم، تا پینگ بازی مثلا 60 میلی ثانیه باشه، 60 رو به اضافه 20 بکنیم میشه 80 میلی ثانیه. یعنی پینگ ما در مجموع 80 میلی ثانیه، اون 250 میلی ثانیه رو دور میزنیم کلا ما میشیم 80 میلی ثانیه به همین سادگی. خب چطوری میتونیم این کارا رو انجام بدیم؟ راهکار اول اینه که بیایم از DNS استفاده بکنیم. ببینید، قوی ترین DNS گوگل. الان چطوری DNS تون رو بزنید رو DNS گوگل یا الان هر DNS دیگه، در ادامه بهتون میگم. راهکار اول شد DNS. راهکار دوم هم اپ VPN، در واقع VPN استفاده بکنید. ببینید، VPN های فری هستن. ببینید، VPN داخل ایران، استفاده کردن از VPN داخل ایران خیلی میتونه مفید باشه که بخوایم پینگ رو کاهش بدیم. VPN های فری هستن که افتضاحن. یه سری VPN فری هم هستن که من استفاده کردم واقعا فوق العاده بودن. خب ولی بیشتر از VPN های پولی باید استفاده کرد که پینگ بهتری بده. خب بعضی از بازی‌ها مثلا VPN نیاز دارن. از VPN بگذریم، DNS میمونه. راهکار سوم که راهکار آخری که میخوام بهتون بدم فعلا، اگر قسمت بعدی هم میذارم برای کاهش پینگ، راهکار سومی که یک سری شرکت ها هستن که در واقع میان پینگ رو خودشون کاهش میدن براتون، داخل ایران هم هست و یک سری اپ ها هستن که خودشون پینگ رو کاهش میدن که من بهتون میگم چه کلمه رو جستجو بزنید که کل لیست بیاره براتون که هر کدوم دوست داشتین نصب کنین. اپای خیلی خوبی داره، یه تعدادشون اصلا بیش از 1 میلیون هم نصب داشتن. خب اگه اولین بار منو میبینی، ابوالفضل هستم که آموزشای فوق العاده کسب درآمد از ترفندهای ناب گیمینگ قرار میدم. اگه میخوای آموزشا رو از دست ندی، همین الان روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن کلیک بکن و زنگوله نوتیفیکیشنش رو روی آل قرار بده تا به محض انتشار ویدیوهای جدید اونا رو دریافت بکنی. دیگه بدون معطلی بریم سراغ آموزش. الان اگه میبینی تصویر من نیست، به خاطر که این ویدیو هم برای اینستا قرار منتشر بشه هم برای یوتیوب.
خب وی پی ان که دیگه خیلی راحته، میتونید جستجو بکنید وی پی ان، براتون انواع وی پی ان رو میاره، میتونید استفاده بکنید. و راهکار دوم که گفتیم چنج دی ان اس، کافیه چنج دی ان اس رو اینجا جستجو بکنید. من میذارم چنج دی ان اس، هر اپی که میاره دیگه کار چنج دی ان اس انجام میده. اگه بخواید داخل کامپیوترتون دی ان اس رو تغییر بدین، کافیه که داخل گوگل سرچ بزنید تغییر دی ان اس، تغییر دی ان اس خیلی راحت وارد کنترل پنل میشین و بخش اینترنت رو میارید. یک دی ان اس گوگل هم 8888 خیلی راحت. ولی داخل اپ های اندرویدی یا آی او اس چنج دی ان اس که جستجو بکنید، حتی داخل تنظیمات فکر کنم آی او اس باشه این کار. خب میبینید همین چنج دی ان اس، همین اپ اول من که بیارم یکی از عکساش که بزرگ کنم، میبینید که دی ان اس 1 دی ان اس گوگله. همین دی ان اس گوگل یکی از بهترین دی ان اس است. این اپ رو نصب میکنید و یک حالتی که فیلتر شکن فعال میشه، روی این هم همون فعال شدن میزنید دی ان اس تون عوض میشه. خب راهکار دوم، یک سری دیگه اپ هست که کارشون اصولا و اساسا کاهش پینگه. خب چه باید چی بزنیم؟ خیلی راحت کیل پینگ رو جستجو میکنید. هر اپی که میاری اینجا مرتبط با همین کاره. همینطور که مشاهده میکنید دوتا اپ اول 1,000,000، اپ سوم 1,000,000، چهارمی هم 1,000,000، بیش از 1,000,000. میبینید که اینا اپایی که بیش از 1,000,000 نصب دارن اپای فوق العاده ای هستن. خب ببینید همین سه چهار تای اولیه که بهترین ها هستن. مثلا من همین اولیه رو میزنم، میبینید که یک ویدیو هم داره که چطوریه این اپ. خیلی راحت مثلا روی این دکمه روشن شدنش کلیک میکنید و پینگتون رو کاهش میده. میبینید که به عنوان مثال اینجا زده بیفورش 52 میلی ثانیه بوده. خب الان داخل ایران پینگ خیلی میره بالا، از 100 تا بیشتر میشه، نهایتا میتونه بیارش تا 50. میبینید که مثلا 50 رو کرده 17 21. به همین سادگی این اپ فوق العاده است. ببینید این اپایی که بالاتر از 1 میلیون رو نصب کنید، چون که اینا دیگه فوق العاده هستن. خب این ویدیو هم به پایان رسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، همین الان این ویدیو رو لایک بکنین، کامنت بذارین، اگه داخل این اینستاگرام این ویدیو رو استوری بکنین، برای دوستان گیمرتون بفرستین. اگه یوتیوب هم هستین لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنین. تا آموزش بعدی، موفق و پیروز و سربلند باشید.